مهتاب هاوکینگ، نوه استیون هاوکینگ فقید هستم. ما معلولین یه روز به ناممونه که خب جهانیه، اما تو ایران استفاده از مترو و اتوبوس واسه ماها رایگانه، چون نمیتونیم سوارش. و اینکه لطفاً توی جای پارک ویژه معلولی پارک نکنید، لطفاً، یا حداقل با شاسی بلند پارک نکنید. ها من سختمه بخوام دور تا دار ماشینتون رو با چاقوم خط بندازم، مجبورم فقط پنچرش کنم که اینم راضیم نمیکنه. من مهتاب ناظری‌ام، متولد 24 اردیبهشت 1366، سال خرگوش. بیماریم از بعد تولد بود، مادرزادی بود، ولی تا 19-20 سالگی تقریبا بهش نمیگفتم معلولیت. من یک مشکل جسمی داشتم، اصلا تا یعنی قبل از اینکه وارد بهزیستی بشم اسم معلول اصلا واقعا نشنیده بودم. من یه مشکلی داشتم دیگه، حالا متفاوت بودم، ولی باش کنار اومده بودم. تا اون بار اول دانشگاه قبول شدم، پیام‌نور، هشگرد، تا فوق دیپلم کامپیوتر خوندم، ولی مجبور شدم انصراف بدم به خاطر شرایط دانشگاه، پله‌های زیادش، رفت آمدی که خیلی سخت بود برام واقعا، چون اون موقع هنوز ویلچر نداشتم و سوار ویلچر نمی‌شدم. تا اون سالا انصراف دادم، گذشت دوباره سال 96 وارد دانشگاه شدم، اونم علمی کاربردی رد که خیلی مناسب بود برای ما، اوکی بود. بعد کارشناسی خوندم، رشته روابط عمومی گرایش رسانه. من معلولیتم جسمی حرکتیه، یعنی توی کاتگوری بیماری ها جزء معلولین استخونی به حساب میام. یعنی من مشکل یعنی با در رفتگی لگن و زانو به دنیا آمدم، هر دو لگن، هر دو زانو، جوری که زانوهام خم میشد ولی میومد بغل گوشم بعد به تولد. تا سن 2.5 تقریبا 3 تا جراحی داشتم، زانوهامو عمل کردم، لگنامو عمل کردم، یعنی شد 3 بار تا 2.5 که من راه افتادم بعدش. بعد از اون تا 5 سالگی هم 2 بار دیگه عمل کردم، زانومو و یکی دیگه لگنامو. دیگه از اون به بعد جراحی در مورد زانو و لگنم اینا کلافه حتی الان نداشتم، ولی چون تحت نظر دکتر نامردی کردم چیکار کردم. حالا من 15 سالی دوبار میرفتم بیمارستان شفای یحییان، چکاپ میشدم، عکس میگرفتم، نگاه میکرد، میگفت فعلا کاری نداشته باش، فعلا کاری نداشته باش، نداشته باش، نداشته باش. ایشون از اون بیمارستان رفتن و من رو توی مطبش رو نپذیرفتن، چون بیمارستان دولتی بود و مطبش گفت خدا تو من کنم و اینا. حالا وارد این بحثا نشیم بهتره، ولی پیشبینیش این بود که تو به جایی میرسی که دستتو باید به زانو بگیری راه بری، چون بیماری من پیش رونده است، منتها پیش روندگیش اینجوری نیست که من حالم بد بشه، من مفاصلم از جاش در میاد. الان مثلا با واکرم چون مفصلای لگنم از جاش در اومده و نمیتونم قدم بذارم به تنهایی، و اینکه باید حالا به اون درد شدید لگن برسه تا یه تعویض مفصل داشته باشم، تا به اون حد نرسه مثلا که عمل نمیکنم. فعلا دارم باش مدارا میکنم تا به اون درد برسه دیگه. من بچه که بودم اصلا حس نمی کردم این تفاوت رو اصلا، یعنی اصلا گفتم من یه مریض بودم. خب تفاوت بودا، ولی مثلا شما فکر کنید میشستن روی مالا، من یه مثال خیلی عادی بزنم، مثلا بچه ها میشستن سر میز نهارخوری روی صندلی، من نمیتونستم مثلا قدم نمیرسید، دو تا بالش میذاشتم، میدونی
درگیرش نبودم که چرا من باید این کارو بکنم. چرا؟ چون بهش فکر نمی کردم که چرا من باید این کارو بکنم. بعد خب توی ذهنم من بازیگر بودم. خب اصلا یک شاید حس می کردم که یعنی اینجوری تخیلم این بود که مردم منو جوری می بینن که توی ذهن خودم. ولی مشکلی حس نمی کردم اون موقع، حداقل تا قبل از دبیرستان. مثلا دبیرستان این تفاوت رو ببین میفهمیدم، ولی چون پاهم قدرت من از کوه میرفتم بالا، عین تو هم دیگه میرم بالا. ولی این سالا میتونم بگم تنها وقتی که حس خوبی نداشتم از این حالت سال دوم راهنمایی. من تو دوران مدرسه اصلا پای تخته نمی‌رفتم. معلم سال دوم راهنمایی بود، معلم ریاضی بود. منو برد پای تخته و یه نمودارهایی می‌کشم که کمیمی بود، دنیمی بود، یه مبحث ریاضی مدلی بود که ستونی حل می‌شد از بالا تا پایین تخته. و به من گفت بیا اینو یعنی افقی بکش. من اصلا اون لحظه احساس کردم دیگه باید ترک تحصیل کنم. خیلی به هم برخورد، خیلی رفتار اون معلم به من برخورد. ولی میگم توی دوران مدرسه خلاصه این تنها موردی بود که میتونم مثالشو بزنم. بقیه هیچ مشکلی، یعنی من خدا رو شکر البته مشکلی نداشتم. شاید اون معلمم قصدش این نبوده و فکر کرده خب میاد این بره میکشه دیگه، همون رو حل میکنه این بره میکشه. ولی به من یعنی سخت بود برام. ببین من گفتم من عاشق بازیگری بودم از 4-5 سالگی. بعد نمیدونم، حالا یکی از دوستانم تعریف میکرد که اونم معلولیت داره، گفت من وقتی خواستم هنر شرکت کنم به من گفتن تو به خاطری که مثلا باکر داری نمیتونی بازیگری بخونی. میگم معلولیت تو ایران محدودیت اینجاست. و خب من از این دنیا یک دنیا فاصله گرفتم، به شدت پیگیر روزنامه ها و مجله ها و سینما و تئاتر بودم. اون موقع دوران دبیرستانم شدید، خیلی شدید، اونقدر که توی یک مجله فیلم و سینما یک آگهی دیدم برای گویندگی رادیو و فکر میکنم این اون موقع برای من یه اصلا یه دریچه یه وحشتناک خوب و خوشگل اون زمان. سال 83 مال 19 سال پیشو دارم میگم. اون سال پدر من برای مدرسه یعنی آموزشگاه گویندگی که من رفتم 350,000 من شهریه دارم سال 83. خب یعنی جوری بود که من با بعد تازه جالب بود، من چون تنها دانش آموز کلاس من بودم، همهشون یا دیپلم گرفته بودن یا 25 ساله بودن. رفتیم سر کلاس 25 نفر نشسته بودن، از همه تست گرفت آیه انشالله زندن خدا سلامتی بهشون بده و مهدی بهنام استاد من بود لطفا به من کرد که میومد و تنها به خاطر من اون آموزشگاه رو کنم. خیلی روزای شدت هیجان انگیزی بود. من چهارشنبه های فوق العاده ای داشتم، 16 جلسه 2 ساعته شما دردازم و وسط تایم مدرسه. من مثلا وقتی میمدم خونه اون روزا بعضی اوقات اصلا نمیرفتم مدرسه، از صبحش تمرین میکردم، یه میکروفونی گرفته بودم صدامو ضبط میکردم برای استاد میبردم. اون موقع اینجوری بود که یه نوار کاست میذاش و گوش میکرد. خیلی روزای هیجان انگیزی بود اون تمرین، اون این احساسی که تو نزدیک شدی به این قضیه که دوستش داری. همون استاد یه گروهی چید از بچه ها شاگرده خودش و
رفتیم رادیو یه کاری رو ضبط کردیم و یکی از لذت بخش ترین روزای زندگی بود. صبح ساعت 7:30 صبح بود، آفیش بودیم، رادیو گفتن که 2-3 ساعت بیشتر کار نداریم. ما رسیدیم خونه 1:30 شب بود و اون روز بابا با من اومد تو رادیو بود. خب بابا من خیلی علاقه داره به این کار، اصلا خودش قبل از اینکه ازدواج کنه تئاتر کار میکرده، خیلی دوست داره پیگیره بکنه. الان برادرم هم توی این کارا، یعنی کارگردانی خونده، نویسندگی میکنه. اصلا همه یه جورایی انگار شبیه باید این مدلی میرفتیم دیگه، اصلا زندگی این مدلی چیده بود برام. اون کار رادیویی خیلی جذاب بود، جذاب بود برای من به یه مدل دیگه. چرا؟ چون دقیقا اون تایمی که من داشتم دیالوگم رو میگفتم، پشت شیشه علیرضا جاویدنیا وایساده بود، علی عمرانی وایساده بود، فرزاد حسنی وایساده بود که داشتن کارهای ما رو به عنوان گروه جدید گویندگی ها نگاه میکردن و نمیدونست که اونی که پشت سرش وایساده آقای جاویدنیا، نمیدونست اون پدر منه. و یه گفتم این دختره میکروفون رو میشناسه. خب این خوبه دیگه. بعد امتحانشو دادیم برای گویندگی. اون موقع هنوز مدرک گویندگی هم بهمون نداده بودن، یعنی یه حالت ورکشاپی وسط کارمون. رفتیم امتحانشو دادیم و من با مدرک الف گویندگی از اون آموزشگاه فارغ التحصیل شدم. بعد از اون یه مدتی خب من دیپلم گرفتم، پادردم شروع شده بود خیلی شدید و چون متاسفانه نمیدونم چرا من ریاضی خوندم، دیپلم ریاضی گرفتم، تغییر رشته دادم. وقتی دیپلم گرفتم تغییر رشته دادم برم هنر بخونم. گفتم هنر میخونم دیگه، حالا مثلا سنه دستی میخونم یا فلان. ولی انقدر این پادرد شدید شده بود که من حتی اون واحد های کوچیک تاریخ هنری دارم درست نمیتونستم بفهمم که، یعنی این درده با من بود دیگه. شما مدام اگه درد داشته باشید خیلی چیزا برات سخت میشه. گذشت، یعنی ما این کار گویندگی توی سال 83 تموم شد. مهر 84 توی خیابون خیلی اتفاقی، پدر من آهنگساز اون برنامه یک شبه رو یک روزه رو توی خیابون دیده بود، آقای پارسویی بود اگر اشتباه نکنم. گفتم چرا مهداب نمیاد بیاد کار داریم و بلان. من دوباره رفتم رادیو و هر دوتا پامو آتل میبستم 2 روز در هفته با 2 تا قرص مسکن هدفه. ولی ترابری رادیو میومد در خونه، منو سوار میکرد و میرسود میبرد و میبرد. برنامه بوی گل آفتاب بود که صبحا از ساعت مثلا 10 دقیقه برنامه برای بچه هایی بود که داشت میرفتن مدرسه، مال گروه کودک. و ما گروه آخری بودیم که داشتیم این برنامه رو ضبط میکردیم. از تقریبا مثلا 25 و 26 شهریور سال 84 تا حدودا مثلا هفته اول بهمن ماه همون سال، یا هفته دوم دقیقی یادم نیست، بهمنشون به ما گفتن که تمومه. من میرفتم هفته 2 روز رادیو، 2 شنبه ها و 4 شنبه ها، ساعت 1:30 میرفتیم تا 6:07 بعد از ظهر میرسیدیم خونه، دیگه بعد غروب شده بود. میرفتیم برنامه ضبط میکردیم صدا و من با پادرد میرفتم. من با 2 تا آتل به پاهم راه میرم و هر روز قبول نکردم. من حتی بشن رو به ویلچر، خب چرا اذیت میکنم؟ نه من راه میرم، من میتونم خودم راه برم. و میرفتم و یه اونجا آقای تارومی که کارگردان کار بود به من گفت مهتاب صدات شاد نیست. خب و خب من نمیتونستم بهش بگم خب من 3 تا قرص بردم اومدم اینجا وایسادم، نا ندارم، نه که نخواب، بخاطر تعداد قرصا رو کم، یه ذره پادرده رو بیشتر تحمل کردم، قرصا رو کم دادم. ولی خب درده بود دیگه. اون بچه ها وقتی راه میری 2 تا بریس از رون پا تا مچ پا تا گرفته، عملا انگار این آدم رو همین راه میری. خب و منم که کلن مشکل داره راه رفتنم، یه ذره این نگاهه. البته توی خدا رو شد توی محول هنری مدلی نیست، بیرون از اون چیز میرفتم. من چون اینقدر دوست داشتم بعد چون مینوشتم، خب بیرم نمیکردم چون من خودم دیالوگای خودم رو خود من مینوشتم، بعد 4 نفر دیگرم مینوشتم. خب به خاطر همین من به عنوان یه نویسنده یه اون کارم نگاه میکردم. این داره مثلا برای گروه کودک مینویسه ها،
این مدلی. این دوره تموم شد و یک وقفه تقریبا 9 ساله بین من و دنیا افتاد، چون ما از تهران حالا بنا به دلایلی رفتیم شهر جدید هشکل زندگی کنیم. این وقفه 9 ساله برای من، نمیدونم چی جوری میشه وصلش کرد، ولی من بیماریم داشت پیشرفت میکرد، درد پاهم بیشتر شده بود، دیگه مدرسه نمیام، دیپلمه رو گرفته بودم دیگه کاری نداشتم، اون تو هنرستانم نتونسته بودم نتیجه بگیرم، اینم هیچی، رادیوام تموم شده بود. یعنی از سال 85 من عملا هیچ کاری نمیکردم تا اینکه تصمیم گرفتم دوباره برم درس بخونم. رفتم پیش دانشگاه ریاضی دوباره خوندم، دیپلمشو داشتم، گفتم کنکور بدم دیگه، کنکور بدم دیگه. اونجا بود که من گفتم تو با این شرایط باید روز بهزیستی باشی. من تازه سال 86 رفتم روز بهزیستی شدم بعد از 20 سال، که حالا مثلا این یه تیکی داره هیچ تأثیری هم نداشت، یعنی من اون دانشگاه قبول نمیشدم. گفتن که آره بعد روز بهزیستی بشی که ما بدونیم که این تعداد معلول بعد مثلا وارد دانشگاه شد. رشته قبول شدم که دوستش نداشتم، من نمیفهمیدم استاد یعنی هر کلاسی که میرفتم خیلی دوست داشتم و میگفتم میخندید استاد، ولی فقط همه کلاسی که به دلم میشست کلاس ادبیات بود. اونم که یعنی حالتی بود که من چرا ریاضی خوندم، من چرا مهندسی میخونم، اصلا چرا، دنیای من یه چیز دیگه بود. انصراف دادم از دانشگاه، ولی به شدت اون سالها درگیر دنیای مجازی شدم. اون موقع من کامپیوتر پی سی تو خونه اتاق داشتم و تازه این بلاگ‌ها و این وبلاگ ها و اینا خیلی رو مود شده بود و اینا، من 5 تا وبلاگ همزمان داشتم. خب یعنی یه جوری بود که هر جا، بعد توی دنیای مجازی تو میتونی خودت نباشی دیگه، اینو دوست داشتم بکنم، من 5 تا شخصیت متفاوت در 5 تا وبلاگ داشتم و می نوشتم اونجا با خیلی نقد می نوشتم، نقد فیلم ها رو می نوشتم. بعد سال 93 که دیگه تقریبا همه یه گوشی از این اندرویدی ها گرفته بودن ازشون، من یه گوگ موبایلی گرفتم، این استاگرام نصب کردم سال 93، اسفند 93، و یک فراخانی دیدم برای چاپ کتاب اولی ها، نه حالا چاپ کتاب، و گفتن که بنویسید نوشتهاتون رو بفرستین برای ما بهتون جواب بدیم، با انتشارات الف هم بود. بعد منم به مامانینا گفتم، گفتن بنویس شد انتخاب شد جواب. و اون وقتی فرم پر کردم اصلا نگفتم من معلولیت دارم فلان فلان هیچی، فقط شرامو فرستادم، ایمیلم و شماره تلفن، همین. تقریبا اردیبهشت ماه بود فرستادم، تو مرداد با من تماس گرفتن، گفتن که از بین 130 تا کسی که برای ما فرستادن 30 نفر انتخاب شدم، شدم یکیش، بعد قرار شد بریم برای قرارداد و فلان. تا اون لحظه من تازه، اون موقع تازه از بهزیستی یه دونه ویلچر گرفته بودم، تا اون موقع اصلا نمیدونستن که کسی که داره میاد باشون قرارداد ببنده یادمه که ویلچریه. ما رفتیم ساختمون 7 طبقه بدون آسانسور، اینا کجا بود؟ طبقه 6. من گفتم اون آقای معماریان بود، نیما معماریان که دوستی اینجوری هم داشتیم، اومد پایین گفت تو چرا به من نگفتی با ویلچری؟ گفتم خب نمیخواستم بگم که ویلچر دارم بده. اینو گفتیم و کتاب من انتخاب شد و چاپ شد و خدا رو شکر ما سال 94 برگشتیم تهران، 30 شهریورش برگشته بودیم تهران. بعد من شنیده بودم از بچه ها جای اسم، میتونم اسم ببرم خیلیه رو، به اسم رعد، که مثلا یه همچین جایی هست، اونجا یکی دوتا توی بهزیستی هشکل صحبت میکنم، توی از کرج میمد و خیلی میکنم یه همچین جایی هست که بچه ها میرن. منم گفتم چه خوب ماما، من میخوام برم این کلاس داره، من که الان دیگه درس نمیخونم فلان. گفت برو. اومدیم کلاس، خب بس اینجا خیلی هست دیگه، کاملا رایگانه، یه سری کلاس آموزشی داره و ورزشی داره، و خب یه تنوعی بود برای منی که 9 سال بکنید از سال 85 تا 94 من 5 ماه از خونه بیرون نمیرفتم، میدونی برای من خیلی جای خوبی. اینجا دو بار در سال بازارشه داره، آذر ماه و اسفند ماه هر سال بازارشه داشتن. خب
من که این وارد رد شدم آبان منم و یه عالمه کتاب که چون ما با قرارداد که بسته بود بابا حالا با انتشارات 450 جلد از کتابا رو دادم به خودم و من به تعداد زیاد اونجا کتابو میفروختم. کارای دختر خالم فروش رفت و یه جوری شد که اصلا منو شناختم به عنوان اینکه این فروشنده خوبیه. خب یه قرفه کتاب به من دادن، حالا نه فقط کتابای منو، کتابای همه بود، ولی خب دروغ چرا، منم گفتم این کتاب خودمه، بعد مال منو میخرید. آره دیگه. بعد این گذشت و دوباره اسفندش من دیدم خب خیلی کتاب بود، خیلی چیز قشنگیه این نمایشگاه، آدمای معروف میومدن، بازیگران میومدن مثلا. بعد دیگه اونجا دیگه به این فکر نمیکردن که تو رو ویلچر، من یه رفعه 150 تا بچه دیدم که رو ویلچرم. خب این همزیستیه برام ملموستر شد، قشنگتر شد. اونجا کلاس زیبرالات ثبت نام کردم و شروع کردم ریز ریز یاد گرفتن و کار نمدی هم چون دوخت و دوز دیگه بلد بودم، دوست داشتم این کارو. ما اسفند، این آذر ماه که کتابام بود، اسفند با ما یه قرفه خیلی بزرگ به ما دادن برای وسایل نمدیمون و شما نمیدین یک دیوار رو کامل وسایل ما بود، خیلی لذت دادم، میومدی تو فقط مال ما رو میدیدی. این باعث شد که من یه جورایی بولد بشم توی اون خیریه، بشناسنم همه که مثلا این فلانیه. کم کم زیبرالات هم یاد گرفته بودم، داشتم ریز ریز شروع میکردم، یاد میگرفتم. توی فروردین 95 من با یه خیریه دیگه هم آشنا شدم، بنیاد ایرانیان. رفتم اونجا، گفتن که اینجا بازداشت دائمی داریم توی محبتشون، توی یه سالن، یه حیات کوچیکی هم خیلی بزرگ نمیم، 5-6 تا غرفه بیشتر نمیم، بیا اینجا وسایل تو، بیا زیبرالات تو، بیا مثلا نمدیات تو، بیا اینا. یعنی از فروردین تقریبا 25-26 فروردین تا آخر خرداد من اونجا بودم، هر روز مثل کارمندا صبح می شدم میرفتم بعد از اون برمیگشتم و از این سرویس ها به ما میدادم، چون به مؤسسه ها میدن سرویس ها. خیلی لذت بخش بود. بعد دوباره بلا فاصله شد، یعنی یه روندی شد که منی که از خونه بیرون نمیرفتم الان تو یه راهی افتاده بودم، یه روز تو خونه نمیموندم. یعنی اونجا تموم شد خرداد، اون موقع ماه رمضون هم بود فکر کنم، یک ماه ماه رمضون ما برج میلاد. خب من کل تابستونم اینجوری گذشت اون سال، سال 95، و خب لذت داره دیگه. سال 96 گفتم که توی رد دانشگاه طبقه سوم بچه‌ها میتونن برن دانشگاه و من رفتم دانشگاه. من که اصلا از درس زده شده بودم، رفتم دانشگاه امریکا کاربردی، رشته رسانه رو خوندم، بعد خدا شکر کارشناسیش هم آوردن، کارشناسی هم که خوردیم به کرونا. یعنی من ترم اول کارشناسی رو خوندم تا بوی 98 به بعد، یعنی آخر دیگه آذر ماه به بعد که ترم دو شروع میشد تقریبا ما دیگه وارد کرونا شدیم. به اینجا که خب ما یک سال آنلاین خوندیم، اسفند 1400 یک فراخوانی دیدیم که گفته بود که اسفند نه، اول سال فروردین یک فراخوانی دیدیم که آقای کربلایی زاده دارن یه سری کلاس میذارن برای بچه های داره معلولیت که استنداپ یادشون بدن. حالا ایده من و دوستم شده که میریم خندوانه اشتران کنیم، بلا فاصله من میبرم جا بیان نشون، یعنی هیچی فکر دیگه نداشتیم، یه مست میدن دست دیگه از روی نشون. وارد کلاس شدیم، بعد میگم ما تابستون 1400 کرونا گرفتیم، اون دوره که شروع شد کلاس اول آنلاین بود توی واتساپ یک گروهی تشکیل داده بودن اینا، من صدام در نمیومد. بعد هی به من میگفتن تو چرا حرف نمیزنی؟ من میخوام حرف بزنم، نمیتونم، این صدای در نمیاد. وقتی دیگه کامل خوب شدم کلاس حضوریمون شروع شد، یعنی دقیقا 19 شهریور 1400، یکی از مهمترین روزای زندگی من، شاید به اندازه همون یه روز رادیو. من وارد محیطی شدم که احساس میکردم دیگه نمیشه واردش، دیگه نمیشه، دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، دیگه راه مهتاب 34 سالته دیگه بسته. ولی شد، ولی شد. و اونجا تازه فهمیدم که الان تازه شروع شده، الان تازه شروع کن، ادامه بده.
رفت و رفت و جلسات تمرینی و نویسندگی و فلان و فلان و فلان. من هی روز به روز به اون لحظه که تو ذهنم بود نزدیکتر می شدم. جلسه سوم کلاسمون بود، استادمون پاشد با یوسفی به هر کدوم از بچه های همه شون هم معلولیت داشتن یه چیزی داد، گفت که تو فلانی تو فلان. به من گفت تو خورشید صحنه های می درخشی. اون موقع با خنده رد کردیم، ولی احساس کنم خب چرا که نه، من بعد به اون که اون استاد گفته برسم بگه دیدی گفتم، به اون برسم بگه دیدی گفتم. ولی جالبی قضیه اینجا بود که بعد از مثلا دو ماه و خورده کلاس رفتن تمرین کردن به ما گفتن که میخوایم انتخاب کنیم واسه برنامه تلویزیونی، باید همه تون یه اجرا کلاسی داشته باشیم. راستی که انجام میدیم، متن نوشتیم آماده. باورت نمیشه منی که انقدر من بلدم داشتم وایستادم اونجا، گفتم که من متولد دهه 60 ام، سلام تقدم استادم رو دیدم، اسمم هم یادم رفت. حالا جلو شرم ده نفر نشستن جلوم، نهایت گفتم من نمیتونم و اومدم کنار، گفتم واسه من نمیتونم و اومدم کنار. اومدم خونه دو ساعت گریه کردم. یعنی چی نمیتونم؟ من نمیتونم، یعنی منی که یعنی به اون لحظه رسیدم، خب الان وقتش دیگه نشون بده خودم، من نمیتونم مهتاب، من نمیتونم یعنی چی؟ بعد به من حالا یه آقایی هم اونجا بود با عنوان مدیریت اون قضیه، بهم گفت که تو رو آخرین نفر احتمال داره اسمت رو رد کنیم، شاید اصلا به تو اجرا ندیم تو تلویزیون. هی اینو برای من تکرار میکرد، فلانی از تو خیلی بهتر بود ولی ما تو رو به زوره. هی اینو تکرار کرد. ما میرفتیم توی همون فضای خندوان تمرین. شد که خود آقای جوان به من گفت تو اول اجرا. خب اصلا یه جوری شد که خود استادمون راهبر جوان به من گفت تو اولین نفر اجرا. این اولینه همینه دیگه. فکر کنید من کسی که مدت‌ها سال‌ها به این قضیه فکر میکرده، حالا با ویلچر مهم نیست، ویلچر منو قبول کردن که رو ویلچرم ولی دارم اجرا میکنم، با ویلچر برقی اومدم یه دوری زدم و به عنوان اولین کمدین دارای معلولیت خانوم توی تلویزیون ایران برنامه اجرا کردم. و وقتی صدای قهقهه رامبد جوان رو شنیدم احساسم آره حالا شد، تمومه دیگه، یعنی تمومه دیگه. و چقدر من کامنت مثبت داشتم از این قضیه، خیلی، یعنی انقدر به من تبریک گفتن چرا تا حالا نبودی، چرا این کارو نمی‌کنی، چرا ادامه نمیدی، که مثلا کیف دنیا رو آدم میبره دیگه. منم که ولع اجرا، ولع دیده شدن، این از 4-5 سالگی باهات بوده. بعد خندوانه گذاشت و ما یه سری اجرای کافه‌ای رفتیم 5-6 تا، میدیدم کافه پر میشه، میخندن، صدای قهقه‌ها رو میشنیدم. البته دور جز دورمون بودا، ولی به هر حال میومدن میشستن و ما رو نگاه میکردن. ما اینکه روی ویلچر داریم اجرا میکنیم و نگاه میکردن، این برای من خیلی مهم بود. و توی اینجور فضاها آدم احساس نمیکنه که متفاوته. خب اجراهای کافه‌مون تا مثلا اسفند 1400 تموم شد، فینالمون افتاد تیر ماه سال 401. وقتی ما اون شب اجرا کردیم برای فینال، صدای قهقهه ها اصلا پایین نمیومد، همه انقدر انرژی داشتن. بعد من واسلام دارم اجرا میکنم، مثلا کی داره نگاه میکنه؟ شهره سلطانی داره من نگاه میکنه، یزدان فتویی داره من نگاه میکنه، امیر کربلایی داره من نگاه میکنه، میثم درویشانپور داره نگاه میکنه، بابان داور قضیه، و من دارم خوب اجرا میکنم. میدونید این ذوقه رو داشتم. بعد انقدر توی بعد اونجا من اول فرستادم گفتم تو بعد اولی نفر بری. بعد اینا همه به کنار، آخرش که تموم شد نظرات داورا رو شنیدم، آقای کربلایی‌زاده من گفت به آکادمی ما خوش اومدی. ببین این پذیرش خیلی لذت بخش بود، منو به عنوان کمدین قبول کردم، من کارمو کردم. وقتی اومدم از سن پایین، بچه‌های دوره‌های قبل، بچه‌هایی که همه‌شون الان رفیقای منه، گفتن من تو یکی از بهترین‌های آکادمی هستی. ما تو آکادمی دختر زیاد نداریم، ولی تو یکی از بهترین، یعنی این ریاکشن که حالا کسی که داره چند سال الان این که دارم میگم این حرفو به من زد، الان خودش برنامه تلویزیونی داره، خب داره امیرکریمی و
یه جورایی کسایی به من حرف زدن که خودشون هم بازی ارتباط و هم کارگردان و هم همه کار به من گفت تو یکی از بهترین های آکادمی هستی و این به من لذت بخش بود دیگه. ولی اون حالا بهش میگن کارما چی بهش میگن نمیدونم، این برگشت، این لذت برگشت. بعد که خوردیم به یه شرایطی که دیگه نشد توی کافه اجرا کرد در پارسال، یه وقفه، حالا وقفه که نه چون من همهش در یعنی تعامل بودیم با دوستان، میگفتیم، مینوشتیم، نقد میکردیم، یه دوتا کلاس نویسندگی آنلاین رفتم تو این مدتی که حالا مثلا کافا خیلی رونق نداشت و دوباره شروع شده خدا رو شکر. این لحظه قشنگیه دیگه که تو به اون جایی میرسی که آرزوشو داشتی. الانم دارم به یه گروه تئاتر فکر میکنم، یه گروه تئاتری که همهشون معلولن و انشاء کنیم چی میشنیم ما میتونیم. معلومه کی کدوم دختر شما میشنسی که یه پسر خوشتیب کراش نزده باشه، اصلا ندارده. ولی سعی میکنم به روی خودم نیارم، یعنی بهش فکر نکنم، چون یه چورایی به عدم فکر کردن چرا باید اصلا به این قضیه فکر کنی وقتی نمیشه، وقتی نمیتونی، واقعا نمیدونی. یه سری از مسائل رو من قبول کردم که نمیتونم، خیلی دردناکه، آبار خون نمیشه دیگه. به خاطر همین روانم به نوشتن خیلی نوشتم، حتی اسم کتاب اولم حس یک طرف است. آره واقعا یه چیز شاید اولین باره دارم میگم کاملا یک طرفه بود، یه تابلو بود که یک طرف است. ولی ترجیح میدم که این اتفاق نیفته، یعنی تا اونجا خودم خودداری میکنم از این قضیه، چون میدونم از پسش بر نمیام، یعنی از نظر روحی هم از پسش بر نمیام. حالا وارد رابطه شدن که یک مثال، یک چیز فراری از این مسئله است. یکی از پسرهای دانشگاه من بود که من اینو توی اینستاگرام پیداش کردم، رفتم فالوش کردم، میتونی خب، ولی احساس کردم که نمیتونم بهش بگم و نگفتم، هیچ وقت نگفتم. رابطه ای که اسمشو بذاری دوست دختر دوست پسر انقدر صمیمیه، نه واقعا تا حالا نبوده. شاید خودم نخواستم، یعنی شاید خودم جدا بودم. نه بس الان الان زمانی نیست که تو وقت تو روحیت و انرژی رو بذاری روی یک ارتباطی که شاید هیچ وقت نتیجه نده. خب فقط این دلبستگیه میمونه با یه سری افسردگی و حالا مثلا که مثلا بگی من دوست پسر دارم، نه چیزی نیست که بگم بای من، یعنی به نظر من خیلی مثلا مهم نیست. من دوست پسر خیلی زیاد دارم، من بیشتر از دختر و دوستان پسرم، ولی اینکه اون رابطه به اون شکل نه. دبیرستان که بودم به بچه ها میگفتم که من دلم میخواد خیلی آدم معروفی بشم، کتاب چاپ کنم. من شاید مثلا اون دبیرستان بودم 16-17 سالم بود، من تا 30 سالی 10 تا کتاب چاپ کردم اون مدلی. بعد وقتی این دو تا چاپ شد احساس کردم شده به اون چیزی که میخواستی رسیدی. بعد رفتم حالا مثلا اشرا میکنم من شده به اون چیزی که میخواستی رسیدی. الان نمیدونم، ولی شاید در سال دیگه بتونم رانندگی کنم، بتونم مستقل تر زندگی کنم، یا شاید نمیدونم شاید کلاس بذارم برای نویسندگی، چون دوره هاشو دیدم بلدم. یعنی چیزیه که توی من حداقل ذاتی من الف بار یاد گرفتم، پشت دفتر مشقم اولین داستان زندگی رو نوشتم، 5 صفحه آخر دفتر مشقم. شاید آموزش رو شروع کنم و اجرا، من اونقدر ولع اجرا دارم، حالا چه برای استنداپ چه تئاتر، هر انرژی بدید دریافت میکنم. حتی اگر 30 سال ازش بگذره. من که اخلاق ندارم، این مشخصه، اینو همه میدونم، ولی دلم میخواد طرف مقابلم اصلا اخلاق نداشته باشه، پول داشته باشه زیاد،
یعنی دیگه بعد از 30 سال کار کردن به یه رفاه و آسایشی رسیده بود. حالا فکر کنید بری روی اخلاقت کار کنی، زیر نظر استادای مجرب رو اخلاقت کار کنی، بعد یه تا که با تو این گرونی بری خرید، دیگه اخلاقی به آدم میمونه؟ بعد یه چیزی بگم، تنها کسی که در هر شرایطی منو با این اخلاق گندم تحمل و همراهی میکنه ویلچرمه، که البته وظیفه‌شه. ولی خیلی ها همینم ندارن به خاطر هزینش. مرسی. برای آقایون مهتاب ناظری.